سلام بچه ها، خوش اومدید به برنامه بعدی مثبت 25. از اونجایی که این سکانس بلنده و چند قسمتش کردیم، خیلی سریع بریم به ادامه فیلم بپردازیم و بعدش بیایم صحبت های در مورد فیلم رو انجام بدیم. خب بچه ها، میریم از اونجایی که سکانسمون مونده بود ادامهش رو میبینیم. بعد از این که فیلم رو دیدیم میریم در موردش صحبت میکنیم. فعلا ببین، من 10-11 سالم بود که مامانم فوت کرد. از این بابت دیگه تنها بودم. بابا مصرف کشم میرفت سر کار، خواهر برادری هم نداشتم. یه روز وقتی تنها بودم مامان اومد پیشم. نمیخوام تعریف کنم چی شد، ولی من مجبور بودم این قضیه رو تا 16-17 سالگی تحمل کنم. یه روز دیگه واقعا تحملم تموم شده. وقتی صدای پاشو شنیدم رفتم تو آشپزخونه، یه چاقو برداشتم، همین که در باز کرد کشیدم هر جا که دم دستم میومد. کشتیش؟ تازه عمومم نبود، بابام بود. چی؟ هیچی دیگه، زدم بابای بیچارم و کار پوله کرد. بعد رفتم بیمارستان به بابام گفتم آره من نمیدونستم تو بودی، وگرنه این کار نمی کردم. یه هو از دهنم پرید، گفتم فکر کردم عموه. اونم دیگه اینو که شنید هی کنجکاوی کرد که چرا، و مجبور شدم همه چی رو بهش بگم. یعنی فهمی؟ میگم که اون فکر میکرد مثلا به خاطر اینکه از دوست ترسیدم این کار کردم. بعد مجبور شدم بهش بگم، یعنی خودش هی کنجکاوی میکرد. اصلا دیگه تو چشام نگاه نمیکرد، تو خونه همینجوری سکوت کرده. از بچگی عادت داشتم یه جایی از بدنم یا دستمو ببرم. نمیدونم بعد پیش اومده یا نه، ولی اون شب اینقدر حالم از خودم به هم میخورد. یهو چاقو رو محکم کشیدم، اصلا نفهمیدم چی شد. یهو سرم گیج رفت، دیدم همینجوری داره خون شوره میکنه. خودکشی کردی؟ ناخودآگاه. این که نمردی میدونم، بعدش شد. بعدش دیگه همون اون طرف رو پیداش نشد. منم انگار شده بودم دختر بعد فامیل. با کل فامیل قطع ارتباط کردیم. میبینی؟ خیلی راحت. والا نمیدونم چی بگم. بابام هم همینو میگفت، ولی من میدیدم که یه جوری دیگه نگاه میکنه. خلاصه تو این سالا مشکلات یه جوری ریختن رو سرم که نگم. چیزای دیگه هم بود یعنی؟ تو فکر کردی فقط همین بود. بابام به خاطر اینکه مثلا قضیه رو طبیعی جلوه کنه رفت دوباره زن گرفت. من فکر کردم تازه ازدواج کرده. بعد از حرفای زن فهمیدم که یه چند وقتی از سیغه شده. تازه الان تونستم شده. یعنی از قبل گرفته بوده؟ یعنی اینقدر سخت فهمیدنش؟ آره دیگه. واو، زنه از این آدم های رومور. من تقریبا 19-20 سالم شده، دیگه اصلا حوصله اون خونه رو نداشتم. هر شب میرفتم خونه این رفیق اون رفیق، دانشگاه یکی در میون میرفتم. ولی خب تو اون زمان یه دوستی داشتم که واقعا آروم هم میکرد، اونم یه بزرگ. دیگه واقعا داشتم به تن میرسیدم که چی؟ که یه اولاق همجنس تو اومد تو زندگی. همچی میگفت عاشقمه و دوستم داره. خب من واقعا تنها شده بودم، فکر میکردم میتونه جای خالی دوستم برم پر کنه. یه روز دعوتم کرد یه مهمونی. من گفتم خب بد نیست، حداقل حال هوا عوض بشه. رفتم، خودش بود و دوستش. حالا بماند که چی شد، ولی از اون شب دیگه ندیدمش. دیگه واقعا نفسم تنگ شده بود. مثل یه قلقی شده بودم که توی این سالا هی هر روز پرتر و پرتر شد. دیگه جا نداشتم. مثل یه انبار باریکی شده بودم که فقط منتظر یه جرقه است. خدا نکنه توی وضعیت یکی بیاد سمتت. یعنی یا خونه اون گردن تو یا خونه تو گردنه. خب و کوف. یه روز دیگه انقدر با زنه دوام شد، رفتم تو اتاق یه بسته قرص خوردم. بهونش هم شد اون. یعنی دو بار خودکشی کردی؟ بلش کن، همش که من گفتم، یکم تو بگو. خب منم بدبختی. خب بچه ها، ما تا اونجایی دیدیم که
دختره میاد در مورد زندگی گذشتهش صحبت میکنه، زندگی گذشته که یعنی اینکه اتفاقاتی که تو گذشته تو زندگیش افتاده داره صحبت میکنه و ما تا اینجا میفهمیم که این دو بار تا حالا خودکشی کرده. و خب چیزهایی که ما از این صحبت این دو نفر میفهمیم این مشکلی داره که یعنی داشته نمیتونسته به کسی بگه، یعنی حتی به باباش که مثلا تنها کسی بوده که داشته نمیتونسته این مشکلاتش رو بگه و همین باعث شده که اون اتفاقی که گفت براش بیفته. و خب یه اتفاق بدی هم که میفته اینه که این به جای عموش اشتباهی بلای سر باباش میاره. و خب به جای اینکه مثلا عموه بده بشه این وسط، این بده میشه، چون خب این هم مدت هیچی نگفته و مثلا اینجوری. این مشکلیه که این دختره داشته، یه مشکلی بوده که یه بلایی سرش اومده که نمیتونسته به کسی بگه و تو جایگاهی بوده که همه اینو به چشم بد نگاش میکرده، یعنی اینجوری بوده که مثلا انگار همه تقصیر رو از اول گردن این دختره بوده. و خب خیلی این صحبتی که داره میکنه اگه دقت بکنید داره میره تو ذهن پسره، اینکه خب این حرفایی که داره میزنه شاید این هم یاد یه چیزی میندازه که یه اتفاق مشابهی تو زندگی پسره افتاده باشه، که حالا تو برنامه بعدی شاله بهش میرسیم. و یه مقدار دیگه مونده از این سکانس، این سکانس خیلی سکانس بلندیه گفتم، ولی خب یکی از مهمترین قسمت‌های داستانه، نه اینکه بقیه قسمت‌ها مهم نباشن نه، ولی این قسمتیه که یه نقش خیلی بسزایی داره تو قصه گویی این تیکه از فیلم. و اینکه حتما با دقت اینو ببینید و حالا تو برنامه بعدی توضیحات خیلی بیشتر میدم در مورد قسمت این سکانس، در مورد کل این سکانس توضیحات خیلی بیشتری میگم. و اینکه همین دیگه، کانال یوتیوبمون رو دنبال کنید، هر هفته ویدیو جدید میذاریم، یکم ویدیوها قراره بیشتر بشه، به زودی با ویدیوهای بیشتر در خدمتتونیم. فعلا